بعدی سرسختان مسیری طولانی را در شهر گاه پیاده و گاه سواره آمده است تا به سپاه جزیره مینو برسد. درمان میکنیم آقا داریم با فرمانده شما آره بچه آبادنه آقا مزایده من به ایسو بیس بود که یه ماشین اومدی که بچه سپاه که قبلا تو دورم ما میدیدمش داخل ماشین بود. رفتم در ماشین بهش گفتم که میخوام بیام اینجا یه کاری انجام بدم، بالاخره تو جنگ یه سهمی داشته باشم، یه کاری انجام بدم. تو که باز آویزونی، شما گفتی برو خونه‌تون، ما دیگه خونه‌ام ندارم. برو بچه، برو پیش من بابا. برو. اونا رفتن، فقط ما موندو. تو بی خود موندی. برو برس بهشون. اونا الان ماشهرن. بعدش هم وای می‌خواستم برم، تو الان رفته بودم دیگه. برو بچه، برو. آقا. آقا. بذار ما برم تو. خب برو دیگه، نشه چی گفت بهت. یه بار با آدم میگن دیگه. مهدی منتظر میماند تا مگر کسی از آشناهای گذشته را در مقابل سپاه ببیند. معصومه باید سری به خانه بزند و پدر را از آمدنش مطلع کند. هرچند می داند پدر از آمدنش به شهر آن هم در این شرایط ناراحت خواهد شد. سلام. سلام. بیان چه کار؟ بیان توی دل براتون توضیح میدم. بیان تو. سلام شرکت دیگه کنید. مراد گری کردن عارفی. در بیمارستان ها اما اوضاع هیچگاه عادی نمی شود. و انگار قرار نیست هیچ وقت سیل زخمی های سرازیر شده به بیمارستان ها تمام شود. دختران کم تجربه‌ای که تمام وقتشان را در این روزها در بیمارستان می‌گذرانند، در این یکی دو هفته به اندازه چندین سال تجربه جدید کسب کردند. حضور ما دلداری برای رزمنده ها بود. چرا؟ چون رزمنده هایی که می اومدن به اصطلاح حتی زخمی هایی که می آوردن وقتی ماها رو می دیدن لبخند روی لباشون ایجاد می شد که دیگه مطمئن بودن که حتی مردم عادی هم تو شهر موندن برای حمایت. این مسئله خیلی براشون مهم بود و برای ما مهم بود. چرا؟ چون میگفتیم اگر ما بریم اون پشتگرمی که دارن از بین میره. یکی از دلایلی که ما موندیم بیشتر پشتگرمی برای رزمنده ها بود و یکی هم به خاطر دل خودمون، یعنی دوست داشتیم بمونیم یه کاری انجام بدیم، بتونیم یه کاری برای مملکتمون کرده باشیم، برای وطنمون کرده باشیم، چون تا اون موقع حس میکردیم کاری نتونستیم انجام بدیم. اما بیمارستان خودش هم جای امنی نیست و یکی از جاهایی است که دیدبان دشمن دائم گرای آن را به توپخانه می‌دهد. دکتر حمید، یه صدا کن. دکتر حمید، یه صدا کن. با گذشتن بیشتر از دو هفته از جنگ، زندگی در آبادان مثل هیچ وقت دیگری نیست و به زودی از این سخت‌تر هم خواهد شد. اما آبادان هنوز دارد مقاومت می‌کند. روزهای آینده برای شهر و ساکنانش روزهایی پر از ترس و سختی و از همه مهمتر دربدری و دوری خواهد بود. محمد و عصمت در طول روز از حال هم بی خبر هستند و هر دو نگران حال یکدیگرند.
معمولاً آب و برق قطع است. در خانهشان نیز تلفن ندارند و آنها دائم باید با شنیدن صدای سفیر خمپاره ترسان باشند و نگران که نکند این خمپاره سقف خانهشان را ویران کند و کسی نباشد که کمکشان کند. چیزی نیست. اما مکی و دوستان همرزمش بعد از جنگیدن هر روزه در خرمشهر، زمانی که شب به آبادان برمیگردند، خانه مکی یازه را برای استراحت انتخاب کردند. طبقه پایین خانه مکی تبدیل به پایگاه این گروه از بچه‌های مدافع شهر شده است. گروه‌های دیگر هم هر کدام جایی را برگزیدند که نزدیک هم باشند و راحت‌تر جمع شوند و به موقع آماده جنگیدن. آنها همه کم کم دارند اصول جنگ نامنظم را خودشان یاد میگیرند. خونه ما هم یک خونه‌ای بود که بچه‌ها جمع می‌شدیم همه دور هم دیگه. برادرها بودن، چند تا بچه‌های رفیقامون تو خونه ما. کجا می‌خوای بزنی؟ اینجا. فقط داری چسب فرام می‌کنی. اینجا بزن. ببین کان از محکم کاری اب نمی‌کنه. می‌کنه؟ محکم کاری چیه؟ شیشه رو یه دونه زبدر می‌زنن این منفجر میشه این نپاشه تو. به حرفی که تو می‌زنی، مشابه که بپاشه. نمی‌دونم. کجا بزنم؟ ها. اکی بیا. بگی اینو پنکو رو بام ببینم. بذار. خب بخند تو. می‌خندم جان خندم. بینم بیا مکی بیا بالا اینو نگاه کن. بگی سرش. یه سری خانواده رفته بودن، قریه مرداشون بودن، همه توی خونه ها جمع می شدیم. خب ما هم تو خونه پدری خب حال بود و اوائل خب ما همه تو سنگی های دمه در می خوابیدیم. فکر نمی کنیم که اصلا خونه دو طبقه امنیتش بهتره. بالشو به مو میدی؟ پدر از اینکه میبیند معصومه در این شرایط به آبادان آمده است بسیار ناراحت میشود و معصومه نیز پاسخی برای این کارش ندارد. معصومه اما خیلی زود همه این ناراحتی‌ها را از دل پدرش در میآورد. اسمت و محمد از صبح چند بار صدای انفجار و سوت خمپاره را در کنارشان تجربه کردند. در این چند روزی که در آبادان بودند، شرایط روز به روز بدتر و بدتر شده است. همه اینها باعث می شود که محمد تصمیم مهمی بگیرد. اسمت جان، یه دقیقه بیا. دیگه به خانمم گفتم خانم می دونی چیه؟ شما برو تو بیمارستان طالقانی پیش همکارای خانمی که اونجا هستن بمون. مریم هم پلی شما باشه. منم میرم بیمارستان خودمون آخه یه فرجی میشه انشالله. چیه؟ ببین گرگونه دارم. کی میخوای بری بیمارستان؟ 8 صبح. 8 صبح. منم که 12 شب باید شیفت باشم. خب پاشو برو. خب بیا با هم بریم. من تو رو میذارم بیمارستان خودتون پلی همکارات. خیالم هم راحته. خیال تو هم راحته. امنیت هم داره. از اونجا هم بهتره. من نمیترسم اینجا. مشکل ندارم. تو نمیترسی؟ من خودم اینجا باشم میترسم.
تنهاتون که نمیتونم بذارم که میتونم بذارم. اینجوری من خیالم هم راحت تری. باشه چیزی خونه رو بریم بریم. خونه رو دراشو میبندیم میریم دو سه روز اونجا میمونیم. کارامون که تموم شد این وضعیت که تموم شد برمیگردیم سر خونه زندگیمون. اصلا اینجوری میشه؟ تو اون سر شهر من این سر شهر. اون سر شهر این سر شهر من هر شب میام بهت سر میزنم. شیفتم که تموم شد میام برات تو. خوبه؟ باشه. باشه جمع کن یاری. صبر کن مام. من خب شیرهای آبو چه کنم؟ فردا آب میاد یه وقت سری بر نداره خونه رو محمد این گلو همه شونی خوشم خودم میام بهشون رسیدگی میکنم آب بهشون میدم دون بهشون میدم بیره تو میگه کارستان نمیه با ما سر بزنیم میام میام بسم الله الرحمن این کفشان پامو میزنم بسم الله الرحمن الرحیم برو تصمیم محمد برای ترک خانه و رفتن به محل کار هر کدامشان کار آسانی نیست این یعنی رها کردن خانه ای که بسیار دوستش دارند و جدا شدن اعضای خانواده از هم. محمد بعد از این زن و دختر کوچکش را کمتر خواهد. زمانی که محمد و عصمت به بیمارستان میرسند به خاطر خمپاره باران دائمی برق قطع شده است و شرایط غیر عادی است. آقای دکتر عصمت محمد را تنها میگذارد تا با پیدا کردن رئیس بیمارستان از او برای ماندن برای مدتی کوتاه در بیمارستان اجازه بگیرد. محمد اما می داند که شاید این مدت آنقدرها هم کوتاه نباشد. می دونم. امروز 18 روز جنگ بوده و مکی و رفقایش روز سختی را گذراندند و همگی خسته خوابیدند. جاده‌هواز امروز بچه‌های خودمون بودن ایس بود تیراندازی کردم کجا؟ جاده‌هواز ما در رفتم خواه میگم بچه‌های خودمون بودن نمیدونم ولم کن میخوام بخوام بچه ها میخواهند از مکی بپرسند که آیا اینها نیروهای خودی بودن که اشتباه کردن یا اینکه بر روی جاده اهواز خبرهای دیگری است. ما هم عادت داشتن بچه ها بیشتر بچه ها اصلی دست پرشون بودن برنو یا هم یکیشون ما هم جسم اون پلوم من اصلا پلوم میخوابیدم با جسم هر جا میرفتم با جسم بودم خود یه شهر جنگی بود دیگه جا بدم محمد باید همین امشب تا ساعات پایانی شب خودش را به محل کارش یعنی بیمارستان شرکت نفت که کیلومترها دورتر و در طرف دیگر شهر است برساند. اگر شانس با او یار باشد که وسیله پیدا خواهد کرد وگر نباید تمام این مسیر را برای به موقع رسیدن بدود. بیدار شو ببینم
چی بود دیشب در گوشم میگفتی نذاشتی بخوابم؟ خواستم ببینم جاده اهواز کسی رو داریم ها؟ خب چرا؟ دیروز با این مجید اومدنی ایسکو داشته بودن تیراندازی میکردن، ما هم فرار کردیم. تیراندازی؟ کجا؟ جاده اهواز. خب کی تیراندازی میکرد؟ چه میدونم واسه چی بیدارت کردم پر؟ خب پاشه خواب صبح زود گفتیم ببینیم مارد چه خبر. دیگه سمت خانم شهر نرفتیم. گفتیم بچه ها ارتشیه یادتون گفت چی گفت؟ آره هم مجید و عباس اومدن به اون گفتن که تلفن مارد درگیری، تلفنمون تیراندازی کرد. ما صبح ساعت 7 صبح رفتیم سمت مارد. او میداند که از نیروهای خودی کسی بر روی جاده اهواز نیست. آنها امروز با برعکس هر روز به جای رفتن به خرمشهر به سمت جاده اهواز آبادان و روستای مارد می روند تا ببینند که آنجا چه خبر شده است. صبح در حالی که بچه ها به سمت جاده مهم اهواز می روند، مردم در شهر هنوز با ترس دائمی از آتش عراقی ها از خواب بیدار می شوند. برای کسانی که در بیمارستان قدیمی ترند، پذیرفتن دختران کم سن و سال و یک تجربه ای مثل زهرا، فرشته و خواهرانشان سخت است. اما حالا آنها دیگر در بیمارستان جا افتادند و تلاش شبانه روزی آنها باعث شده که کارمندان و پرستاران بیمارستان آنها را از خودشان بدانند. بعد از مدتی که داخل بیمارستان مشغول بودیم، بالاخره وقتی دیدن ما به قول جا و مکانی برای خواب نداریم، بعد از خستگی‌های به قول شبانه روز جایی نیست که بخوایم استراحت کنیم، دلشون سوخت اتاقی رو به قول معروفی بهمون دادن و ما اون اتاق رو تراتمیزش کردیم و یه چند تا پتو و به اصطلاح اون لباس زخواسی که داشتیم داخل اون اتاق گذاشتیم. چقدر تاریکه، دلو آدم میگیره. اتاقی رو که به ما داده بودن در اصل یکی از انبارای بیمارستان بود، یعنی لوازم اضافی رو داخل اون اتاق گذاشته بودن. این اتاقی که به ما دادن گفتن فقط خودتون باید درستش کنید، خودتون تمیزش کنید، چون ما نیرو نداریم بهتون بدیم. ما خودمون مشغول شدیم. حتی بگی سالمه؟ بگی بگی بر نگیرده. موازه باش بابا، بده من تو بار جارو بردار، بیا جارو کنیم. آخه الان آیا هم من بودم تطوی پوشیدش جارو کردیم، شستیم، گردگیری کردیم، تر و تمیز کردیم. اتاق بزرگی هم نبود، ولی خب تو همون به قول فضا هم برای ما خیلی مهم بود. چرا؟ چون یه عده مشغول کار بودن، میگفتیم یه عده استراحت کنن، اونایی که استراحت کردن بیان دوباره مشغول بشن، اونایی که مشغولن بیان استراحت کنن. برامون کفاف میکرد همون اتاق. همه مسائل رو من خودم تنهایی میاریم. روزهای جنگ طولانی شده و همه چیز دارد رنگ دیگری به خودش میگیره. این اتاق ساده برای این دختران حالا همانقدر خوب و عالی به نظر میرسند و از داشتن اینجا خوشحال میشوند که تا همین 20 روز قبل رفتن به خانه هایشان آنها را اینقدر خوشحال نمیکرد. پاشو من جارو زدم. پاشو من خسته شدم. پاشو دیگه مرسیه. فرشته. ولی خب این اتاقی رو که داده بودم واقعا نمیشه گفت هم یه جانپناهی بود. چرا؟ چون وسط بخش بود، دور بخش رو هم استتار کرده بودن، هم سقف و هم دور رو، هم یه جانپناهی بود، هم یه جایی بود برای استراحت که بعد خصوصا شبایی که ما مثلا سر کار بودیم، صبح که می‌خواستیم هم استراحت کنیم، حداقل یه جایی داشتیم که راحت بتونیم استراحت کنیم با خیال راحت. اگه می‌خوایم دراز بکشیم کسی مزاحممون نشه. دوباره خوابی. باشه فریده. باشه. چاله. باشه تا نه باشه. باشه. یا ببین بعد من میگی ظرفا رو نمی‌شوری. هیچ شب هیچ کاری نمی‌کنی. جارو بگی دستت. تمیز جارو بگی دستت. مهدی در آبادان دیگر کسی را ندارد و تنها مانده است.
به امید پیوستن به بچه‌های مدافع شهر به سپاه جزیره مینو می‌رود. این دومین روزی است که مهدی به اینجا آمده. روز اول کسی حاضر نشده بود بچه 15 ساله‌ای مثل او را برای جنگ بپذیرد. روز دوم که از جزیره مینو برگشتم شهر تغییر کرده بود. جز جوانه که برای جنگیدن مونده بودن تو شهر و پیرمرد پیرزنایی که در واقع کسی نداشتن که از شهر ببرن چون کسی دیگه خواهد شهر نبود. که موفق نشده کسی را در سپاه جزیره مینو پیدا کند تا او را بپذیرند به خانه برگشته. محلهشان حالا مثل بقیه شهر خالی و خالی تر می شود و اکثر مردم رفتن و خیلی ها که نتوانستند حیوانات و احشام را با خودشان ببرند آنها را در شهر رها کردند. یه تعدادی هم حیونا که تو شهر ولو بودن صاحباشون ول کردن رفتن از ترس جونشون به شهر دیگه پناه برده بودن. شهر که خالی بود حیونا توی شهر راه افتاده بودن و میگشتن ولو چیزی هم برای خوردن نداشتن. رسیدگی کردن به این حیوانات از این پس بهانه دیگری است که مهدی را به ماندن در شهر پیوند می‌زند و مشغولیتی برای روزهای او ایجاد می‌کند. بالاخره زن و بچه‌اش را به جایی برده که خیالش کمی راحت تر شد. آنها تصمیم گرفتند که تا آرام تر شدن اوضاع اسمت و مریم در بیمارستان محل کار اسمت بمانند و محمد هم در محل کار خودش یعنی انبار داروی بیمارستان شرکت نفت بماند. با این تصمیم فاصله زیادی بین آنها افتاده است و هر کدام در طرفی از شهر ماندند و در این اوضاع شهر و نبودن وسیله نقلیه محمد به سختی میتواند به زن و بچه‌اش سر بزنه. بعد از اینکه مثلا من خانم رو بردم بیمارستان طالقانی گذاشتم با بچه، تازه سختی های من شروع شده بود. سختی های من شروع شده بود به این دلیل که من تأمین جانی نه خودم داشتم نه خانوادم. خودم ای سطح شهر تو بیمارستان امام خمینی بودم، بیمارستان شرکت نفت. خانمم تو بیمارستان طالقانی او سر شهر بود. از هم دیگه دور بودیم. هر آن این شهر، یعنی هر آن که نه هر لحظه یه گوشه این شهر منفجر میشد، یه توپی خمپاره چیزی منفجر میشد، یا مثلا با مثلا کاتوشا میزد، چلچله میزد، چلتا شلیک میشد. طرف دیگر شهر حالا مکی و دوستانش به ابتدای جاده اهواز آبادان
به نزدیکی روستای مارد رسیدن. در نزدیکی مارد آنها هیچ چیز غیرعادی نمی‌بینند. اما مکی از دور رنوی قرمز رنگی را می‌بیند که بسیار ناشیانه به سمت آنها می‌آید. یه ماشین رنو 5 قرمز رنگ داشت میومد سمت آبادان. چه خبره؟ دیدیم یه رنو 5 قرمز رنگ، یعنی یادم نمیره رنگش، داشت از سمت اهواز میومد. گفتم ببینیم اینا چه خبره، اینا خودتازه داشتیم میچه. حتی ما با دست گرفتیمش، نمیتونست بیسته، برای نبود ترمز بگیره. سرعتش هم زیاد نبود، با دست نگهش داشتیم و یه 6 تا زن توش بودن و مدام گریه و زای چه خبر. گفت عراقی ها جاده گرفتن، شوهرامونه بودن. گفت پدرم بودن. گفت شوهر یک شنم باردار. ما پسر همون مرتضا گاهاشیم تو ماشین. گفتم برو اطلاع بده که جاده به سراقی هم مجید بذار جلوش، بذار جلوی اونجا فرمون. آقا تو داری با ما دو نفر بازی میکنی. برای مکی و رفقایش باور کردنی نیست که عراقی ها تا اینجا جلو آمده باشند. آنها دیروز هم حرف درجه دار ارتشی را که گفته بود عراقی ها به سمت آبادان به راه افتادند را هم باور نکرده بودند. مکی و بقیه گروه می روند تا اطلاعاتی از عراقی ها و نیروهایشان بر روی جاده اهواز به دست بیاورند. محمد و اسمت به این دل خوشند که حالا تلفنی هست که هر از گاهی از هم خبر بگیرند. البته کار زیاد و درگیری دائمی این روزها برایشان وقتی نمی‌گذارد. محمد از محل کارش چند بار با بیمارستان طالقانی تماس می‌گیرد، اما آنجا انقدر شلوغ است که عاقبت نمی‌تواند خبری از اسمت و مریم بگیرد. توی ور نمیداری خراب نیستیم؟ نه بابا سالمه. چرا ور نمیدارن اونجا؟ برشون شروع باشه از سایه زنگ رو نمیشنم. اینقدر قدم نزن، اینقدر قدم نزن. من اگه زنگ میزدم مثلا باش حالشو میخواستم بپرسیدم راحت بود، چون اون جای مشخصی داشت. ولی اون وقتی زنگ میزد میخواست حال ما رو بپرسه، چون من که پای تلفن که نشسته نبودم که، چون من باید یا بالا سر اون مجروح برم یا به کار مریض میرسیدم، یا اینکه باید به مریم توجه میکردم، میرفتم یه سرکشی به مریم میکردم تو اتاق و استراحتمون و اینا دیگه. همینطوری هی من مشغول کار، باید اون اینقدر زنگ میزد داده هوا رو میکرد چی میکرد تا من مثلا یکی تلفناشو برسیدم مثلا صحبت بکردم یا با من صحبت میکرد. 10 دقیقه است منتظرم، یه ربع تموم نمیشه. آقا اصلا میخوای برو؟ شما زودتر برو، من بذات وای میسم. وای میسی؟ آره برو. برن؟ برو. برو. نه ما نگیری بخوابی ها پشت. نه با من یا نمیگی برو پیکار. برو دنبال زندگی. برو من وای میسم جات دیگه. برن واقعا. برو واقعا. برو نه خوشگیش میشه. برو. از مشهد آوردم تبرکه. برو. باش. الان ممکنه بعضیا باور نکنن که من مثلا راه 2 ساعته رو 4 ساعت میرفتم. میگن ای بابا الان خب حقم داره، چون الان سوار ماشینش میشه مثلا از بیمارستان طالقانی تا بیمارستان ما، بیمارستان امام خمینی، از راه بریم که بخوای بری شاید مثلا خیلی زمان ببره، یه ربع باشه، یه ربع شاید کمتر، اگه ترافیک نباشه شاید کمتر بشه. اما از محل کار او تا بیمارستان زنش فاصله زیادی است و شهر هم زیر خمپاره باران شدید عراقی هاست. اون یه ترافیک وحشتناکی وجود داشت به اسم جنگ و یه ترافیک وحشتناکتر وجود داشت به اسم خمپاره های مختلف، از 60 گرفته تا 120، چلچله، کاتیوشا، توپ های مختلف، و بعد از همه بدتر از همه اینها خمپاره های زمانی بود. او نمیتواند مسیر مستقیم و سرراست را برود و باید از کوچه و از کوچه ها عبور کند تا خطر ترکش خمپاره ها کمتر شود، و همین مسئله مسیر را طولانی تر میکند.
بگم سلیمانی. خانم سلیمانی. اسمه. سلام. سلام. ببین کی اومدی؟ همین الان رسیدم. خوبی تو؟ سه قیافه. سه موش. خوردم زمین اونجا. وضعیت اینجا چی کار میکنم؟ همکار خواب بودن. خب چطور این وضعیت خوابیدن؟ ما را میدید یه چند دقیقه ده دقیقه ربع ساعتی تو اون اتاقی که بقولن با همکارا بودیم، خب خیلی هم معذب بود، خیلی هم نگران بود که بقولن میامد، ولی خب چاره نداشت دیگه، دلش طاقت نمی آورد میامد که به ما سر بزنه. چی تموم شد کارت که حالا اینجایی؟ خیلی وقته یه ساعته نیم تو راه بودم. یه درسته خورد نمیخوایی؟ نه خوردم، من خوردم. بخوای تو بازم ما بدیم میزم تو جیبم مریم بدم اگه ندیدیش بدم. نه مریم میبینم، اومدم که مریم بودم. حالا میبینیش؟ برای اومدن خیلی خیلی راحت میومدم. حالا درست مشکل بود، اول پیاده بود، یه گاهی ماشین گیرم میاد، یه گاهی گیرم نمیاد، یه گاهی دورای دو ساعته رو مثلا چهار ساعت پیاده میومدم، ولی وقتی میومدم خیلی خوب بود. میومدم بچه ها رو میدیدم، روحیه میگرفتم، بچه ها روحیه میگرفتن، ولی وقتی میخواستم برم مثل یه غروب غم انگیزی میشد برام. مکی به همراه بقیه بچه ها به سمت روستای مارد به راه میافتند تا اوضاع را بررسی کنند. می‌دونن عراقی‌ها کجان؟ خود دیدمون با عراقی‌ها نمی‌دیدیم دیگه، فقط صدای ادواتشون و خاک بلنشته بود تو بیانه، قشنگ وضوع مشخص بود، ولی خود مثلا نفر ببینه نمی‌دیدیم دیگه. کم کم رفتیم جلو تا به نفرات هم از دور می‌دیدیم. عراقی ها که با زدن پل از روی کارون گذشتن، با تجهیزات و توان کامل نظامی بر جاده اهواز مسلط شدن. عراقی ها خود دویده تنبقی عبور کردن از کارون، تانک ورده بودن، توپخانه ورده بودن، پدافند هوایی بودن، خاکی زدن، سیمخواده زدن، کلن داشتن خوشن محکم میکردن. اینا از شب اومده بودن تا صبح که ما اومده بودیم کل جاده بسته بودن، که کلن جاده شکافته بودن، ایدسه جاده توپونه داشته بودن، ویور جاده سمت و کارون هم تانکاشون رو مستقر کرده بودن. مکی و دوستانش بدون اینکه عراقی ها آنها را ببینند به آنها نزدیک و نزدیکتر می شوند. مثلا مشغول کار بود عراقی ها، نوده داشت کار میکرد، جاده بسته بود، اینه متوجه ایور اصلا نبودن. حالا آنها به سادگی دارند عراقی ها را میبینند، اما هنوز عراقی ها متوجه آنها نشده. که وقتی تیر اندازه کردیم تیره بشون باشون جمع جور کرد دیگه، ما فقط تیزی دیگه برگشتیم. آنها در برابر عراقی ها تنها هستند.
مجبورند برای دفاع از خودشان از سوی به سوی دیگر جاده فرار کنند تا در این دشت صاف مسطح جان پناهی پیدا کنند تا از تیررس عراقی‌ها دور شوند. در کنار جاده عراقی‌ها بچه‌های آبادان را زیر آتش گرفتار کردند و اگر همینطور پیش برود دیر نخواهد کشید که آنها کشته یا اسیر خواهند شد. ما وقتی که درگیر شدیم اومدیم عقب، عراقی‌ها خطبیتن خاکی زده بودن رو تانکاش و مسلح بودن، رو ما مسلط بودن، رو ما مسلط بودن. ما اومدیم توی یک کانال خیلی ضعیف مال کشاورزی که با بیل خاکاش ریخته بودن ایور، ما پشته ای بودیم، یا خاکریزه خیلی ضعیف پشته ای بودیم که داشت با دوشیکای رو تانک داشت خاکریزه که ما پشتش بودیم صاف می‌کرد. ما وقتی که پام جمع می‌کردم این زانو از خاکریزه میاد بالا، پام دراز می‌کردم میاد جلوتر، تیر می‌خورد ایور به پام. شرایط دارد بدتر می شود که تعدادی از مدافعان شهر که از آمدن عراقی‌ها خبردار شدند از راه می رسند. نیروهای ارتش و سپاه و ژاندارمری با هم برای دفاع از جاده آمدند. آمدنشان مکی و دوستانش را که زیر آتش دشمن گرفتار شدند امیدوار می کنند. ما وقتی که زمینگیر شدیم خب می دیدیم بچه های دیگه هم از عقب دارن میان. همون موقع دیدیم حسن هاشمی با جیپی که 36 روش بود و خون پایه 120 هم داشت اومد تو مرکه، اومد مستقر شد که ما سمت جاده سمت راستمون. عراقی ها تعداد تانکاشون زیاد بود، عراقی ها به حساب امکاناتشون زیاد بود، ما قویتین امکاناتمون یه توپ 36 که از راه رسیده بود، بقیه همه جیسه و برنو هم یک بود، دیگه چیزی دیگه نداشتیم. به که عراقی ها مسلط بودن، اصلا امان از دست ما بریده بودن، همینطور مرتب شدیم کن اصلا دوره پوشتش دارم دوره از توپ اما آمدن نیروهای جدید هم تأثیر چندانی ندارد و خیلی زود برتری عراقی ها معلوم شد. حالا تمام نیروهای ایرانی بر روی جاده گیر افتادند. اما خبر به پایگاه هوا نیروز رسیده و یک هلیکوپتر به کمک آنها می‌آید. عطر دلنگیز تو پیچیده به شهر، باز دیشب چه کسی خواب تو را دیده به شهر، دیدم از پنجره خانه هوا توفانی بار دیگر، نکند بال تو ساییده به شهر.